نامش خدیجه جاهد است، معروف به شهلا. اتهامش کشتن زن این مرد، ناصر محمدخانی، فوتبالیست معروف دهه 60 ایران که زندگی حرفه‌ایش با پرونده این قتل بسته شد. وقتی 17 مهر ماه سال 1381 جسد فاطمه سحرخیزان، معروف به لاله، همسر آقای محمدخانی در منزلشان پیدا شد، توجه خیلی ها به این ماجرا جلب شد. چند روز بعد شهلا احضار شد. اما 11 ماه طول کشید که به قتل اعتراف کند. طرف میگه آره من کشتم. آیا شما زیر کتک اقرار کردی؟ صراحتن گفتی زیر کتک اقرار نکردم. من کشتم و تنها کشتم. من کشتم. بله من گفتم من کشتم. بازم میگم من کشتم. باز نه الان میگم من کشتم. یک جونی رو از بین بردم. اما بچه خودم و ناصر رو. خودش در دادگاه گفت برای این اعتراف کرد که ناصر محمدخانی به او گفته بود تو اعتراف کن، آبروی من در خطر است. هنوز عاشق بود. این وجود حالا همه سختی‌هایی که کشیده بود هنوز عاشق بودش و داستان‌های زیادی من درباره شهلا شنیدم که شعر میگفت برای ناصر محمدخانی همچنان و همچنان یعنی پای تلفن ساعت‌ها تلفن‌های عاشقانه داشت باهاش و هنوز خودش همین رو میگفتش، یعنی میگفت با همه اتفاقایی که واسم افتاده چیزی از عشق ناصر کم نشده. همسر من بیگناه کشته شده، اشد مجازات برای متهم دارم برای قاتل. شهلا در بازسازی صحنه جنایت از جزئیاتی میگوید که به گفته قاضی حتی پلیس هم از وجود آنها بیخبر بوده، مثلا خونی که زیر تشک بود. اونجا تو معاینه محلی که انجام میشه. اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی شود. در سال 82 الهی‌زاده دادرس شعبه 1154 دادگاه جزای تهران در نامه ای از تناقضات پرونده میگوید. از اینکه شهلا در بازسازی صحنه جنایت از 3 ضربه میگوید و در عمل 37 ضربه بر پیکر لاله سحرخیزان وارد شده. ضربه ها بیشتر شبیه ضربه های مردانه است تا زنانه. همین تناقضات آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه را بران داشت تا دستور توقف اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده را صادر کند. اما قاضی دادگاه تجدید نظر حکم شهلا را تایید کرد. شهلا جاهد 9 سال است در زندان است و در این مدت آموخته که خود را با زندگی در زندان وفق دهد. در نامه‌ای خواهان اعدام خودش شد. بار اول که زندان بودم یه اتاق بودم که شهلا بود و یادم که سر نماز چادر سفید رو انداخته بود و سرش و میگفتش که خدای چهارشنبه من کی میرسه دیگه خسته شدم. شهرتش در داخل زندان هم به اندازه بیرون آن است. توی خیلی از کارا مثل وکیل بندی یا یه مدت مسئول سوپر زندان بود و اینجور کارهای مسئولیت و قدرت نسبی هم داشتش. و چیز دیگه که خب خیلی جالب بودش این بودش که شهلا همیشه خیلی کمک میکرد. یعنی خود من هر دوباره که رفتم زندان توی روزهای اول شهلا خیلی کمک کردش توی اینکه حالا من به زندانی های دیگه معرفی کنه، اون چند مواد غذایی اولی یا پتو اینجور چیزها رو در اختیارم بذاره. فرزندان لاله اما منتظرن. علی و عرفان که در کودکی به طرزی فجی مادرشان را از دست دادند. پدری که پس از مرگ دختر دستانش لرزید و چهره در خاک کشید. مادری که جز مجازات قاتل دخترش چیز دیگری نمی خواهد. نگین شیراقایی، بی بی سی.